سلام، سه‌شنبه 28 فروردین 97، هفته اپریل 2018 میلادی. در مورد چهار موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه اعتراضات در شهر کازرون به تقسیمات جدید کشوری که بخشهایی از این شهرستان رو جدا میکنه ادامه داره. این اعتراضات به درگیری بین پلیس و مردم منجر شده. اعتصابات کسبه در استانهای کردستان و کرمانشاه هم ادامه داره. شهرهای جوانرود و سقز، بانه و مریوان هم اضافه شدن. در مریوان هم کسبه سفره خالی پهن کردند به نشانه فقری که اونها رو گرفته. بستن گذرگاه های مرزی و فشار روی کولبران و مسئله تنگ ناقرار گرفتن این کسبه موضوع اصلی اعتراضاتی. در اهواز هم بازداشت کسانی که در اعتراضات اخیر شرکت داشتند ادامه داره، به بیش از 500 نفر رسیده. خانواده های اونها برای دومین روز تجمع اعتراضی داشتند، خواستار خبر گرفتن از عزیزانشون هستند. در دانشگاه تربیت مدرس هم برای چهارمین روز تجمع اعتراضی دانشجویان ادامه داره. دانشجویان مسئله تخلیه خوابگاه فردوسی رو دارند و خواستار شفافیت مالی در دانشگاه هستند. در استان چهارمحال و بختیاری هم به انتقال آب از منشأ این استان به فلات مرکزی تجمع اعتراضی برگزار شد. مسئله آب، به خصوص آبی که از کوههای بختیاری سرچشمه میگیره، موضوع کشمکش به این ترتیب بین استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان باید محسوب بشه. 280 کارگر شیشه قزوین هم 4 ماه حقوق نگرفتن، نیمی از عیدی سال 96 خودشون رو هم نگرفتند. با توجه به اینکه خرید طرح ترافیک سالیانه برای اتومبیل هایی که در آژانس ها کار می کنند از 650 هزار تومان به 4 میلیون تومان ناگهان افزایش یافته، رانندگان آژانس جلوی شورای شهر تهران تجمع اعتراضی داشتند. در بندر عباس یک طلبه اهل سنت به نام حبیب الله ملاحی بازداشت شد. موضوع دوم این که سردار غلامرضا جلالی فرمانده پدافند غیر عامل عنوان کرده که احتمال وقوع حوادث و اعتراضات در سال جاری هم وجود داره. او همچنین به شبکه‌های اجتماعی حمله کرده. مسئله اعتراضات دی ماه گذشته حکومت رو سخت هراسان کرده، برای اینکه خودشون میدونند که علت بروز این اعتراضات یعنی فقر، بیکاری، نداشتن آینده و فساد مسئولین کشور موضوعی است که از بین نرفته، از بین هم نخواهد رفت. بنابراین باز هم امکان اعتراض مردم وجود دارد. آمد نیوز فیلمی رو پخش کرده که نشون میده در یک جلسه آقای بقایی معاون احمدی نژاد در سال 92 چند ماه قبل از پایان دولت آقای احمدی نژاد با نخست وزیر سابق کویت و رئیس مجلس سابق جلسه ای دارند که در اون صحبت راجع به پولشویی هستش. گفته میشه که روندی که هنوز هم با این حضرات کویتی ادامه داره.
گمرک ایران اعلام کرده که فروش کالا به عراق، صادرات به عراق، ایران از رتبه دوم بعد از ترکیه به رتبه سوم رفته و جای ایران رو عربستان گرفته. دولت عراق روی 63 قلم کالاهای ایرانی انگشت گذاشته و به دلیل نداشتن کیفیت اجازه ورود اونها رو لغو کرده. موضوع سوم این که سفر آقای حاتمی وزیر دفاع به مسکو موضوع گمان زنی هایی شده که گفته میشه در اون روس ها خواستند که ارتش ایران در سوریه درگیر بشه، به خصوص بخش هایی مثل هوانیروز در ارتش، چرا که روسا قصد حمله به ادلب رو دارند، موضوعی که البته قبلا هم سعی کردن نیروهای مخصوص ارتش رو درگیر کنند. ارتش هم بدنش و هم فرماندهانش مخالف هستند. آقای لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل هم جواب آقای پوتین رو داده و گفته اگر تهدیدی به امنیت اسرائیل بشه بدون محدودیت جواب میدن و هیچ نوع محدودیتی رو اسرائیل نمیپذیره. تصاویر هوایی منتشر شده که گفته میشه منشأ اون اسرائیل و مراکز پهپادهای ایران و هواپیماهای غیر نظامی ایرانی در سوریه رو در این تصاویر مشخص کرده. از هدرنارت سخنگوی وزارت خارجه امریکا هم خبرنگاران در خصوص احتمال جنگ بین ایران و اسرائیل در سوریه سوال کردند و او گفت اظهار نظری نمی کنه. عادل جوبیر وزیر خارجه عربستان هم اعلام کرده آمادند که عربستان آماده است نیرو به سوریه بفرسته در ائتلاف به رهبری امریکا و به خصوص در شرق سوریه برای جایگزین شدن با نیروهای امریکایی که قصد خروج از سوریه رو دارن. آقای پولدروف مدیر شبکه تلگرام هم بعد از اینکه تلگرام در روسیه مسدود شده عنوان کرده که یک جنبش مقاومت دیجیتال به راه خواهد انداخت و فیلتر شکن و وی پی این در اختیار کاربران روسی قرار میده. این موضوعی است که در ایران هم داره مطرح میشه که تلگرام با بیش از 40 میلیون کاربر احتمالاً به دنبال روسیه و با آموزش روسها تحریم بشه. اما موضوع آخر این که زن آقای سعید مرتضوی به گمان زنی هایی که مطرح شده جواب داده در خصوص فرار آقای مرتضوی و گفته که ایشون در تهرانه و دنبال این نیست که ماده 477 قانون اجرا بشه که رئیس قوه قضاییه میتونه حکم 2 سال حبس او رو خلاف بیان اسلام تشخیص بده و متوقف بکنه. مسئله آقای مرتضوی که تحت حمایت آقای خامنه‌ای و بیت قرار داشته این روزها موضوع ده‌ها شوخی و متلک شده که چگونه در واقع آقای مرتضوی رو نمیگیرند. اندکی سب سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز با وفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.